سلام خدمت همه دوستای عزیزم، علی خانقلی هستم از برنامه چی و موضوع این ویدیو این است که اپلیکیشن چیه، چه انواعی داره و اینکه چه جوری میتونیم اپلیکیشن رو پیدا بکنیم. پس اگر شما هم در مورد اپلیکیشن ها، اینکه چه مدلایی هستن، چه کاربردهایی دارن، چه جوری میتونیم اپلیکیشن داشته باشیم و هر سوالی در این زمینه دارین، تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. امیدوارم که جواب سوالتون برسین. اگرم جواب سوال توی این ویدیو نبود، میتونید توی کامنت ها برام بنویسین تا خودمون بهش پاسخ بدیم. قبل از هر چیز میخواستم بگم چنل یوتیوب، آپارات، کانال تلگرام، پیج اینستاگرام و سایت برنامه‌چی رو میتونید دنبال بکنین. خبرهای جدید، ویدیوهای تازه تر و آموزش خیلی بهتری توی راه هستن. خیلی ممنون. خب امروز با گسترش دنیای اینترنت، با گسترش استفاده لپتاپ، کامپیوتر بین مردم، گوشی‌های هوشمندی که دارن روز به روز بیشتر استفاده میشن و ضریب نفوذ بالاتری دارن توی مردم، یک کلمه رو خیلی زیاد میشنیم، اپلیکیشن. یعنی مثلا برای هر کاری که میخوام انجام بدیم میگن که فلان اپلیکیشن رو برو نصب کن. این که اپلیکیشن چیه، معنی دقیقش اینه که، یعنی معنی کلمش، کلمه اپلیکیشن به معنای ابزار کاربردیه. به هر چیزی که یک ابزار کاربردی باشه تو زبان انگلیسی میگن اپلیکیشن. اما منظوری که ما از اپلیکیشن داریم همون نرم افزاره. یعنی وقتی که شما یک ابزار کاربردی در قالب یک نرم افزار روی گوشیت نصب می‌کنی، یا روی کامپیوتر یا روی هر وسیله‌ای که می‌تونی روش نرم افزار نصب شه نصب می‌کنی، شما یک اپلیکیشن نصب کردی. منتها قالب این ابزار نرم افزاره. پس برنامه، نرم افزار یا اپلیکیشن، ستاش یه معنی میده. زیاد چیز خاصی نیستش. من چون می‌بینم مثلا میگم که برو اپلیکیشنه، چه می‌دونم، بازار رو نصب کن، از توش مثلا فلان کار رو انجام بده، خیلی پرسن اپلیکیشن چیه. این اصطلاح تخصصی نیستش و این ویدیو فکر کنم فقط برای کسایی باشه که خیلی مبتدی هستن و میخوان تازه وارد بازار بشن. اما وظیفه ماست که بیم توضیح بدیم. پس تا اینجا فهمیدیم که اپلیکیشن همون برنامه است، همون نرم افزار، هیچ فرقی نداره و اسمش متفاوته. این اپلیکیشن ها، این نرم افزار ها و این برنامه ها دستبندی های مختلفی دارن. چرا؟ چون شما ممکنه کارهای مختلفی رو نیاز داشته باشی با کامپیوترت انجام بدی، یا با گوشیت، یا با هر وسیله‌ای که داری. مثلا دسته کاربردی اپلیکیشن‌هایی که ممکنه توی موارد مختلف کارت بیان. دسته آموزشی، مثلا اپلیکیشنی که آموزش بهت میدن یا برای تدریس، یا مواردی مثل برنامه نویسی، یا حتی کارهای فنی، مثلا تراشکاری، مکانیکی، اینجور چیزا رو میان آموزش میدن. اپلیکیشن خدماتی مثل اپلیکیشن اسنپ، چیزی که میاد کاری رو به جای شما مثلا انجام میده، انجام یه کاری براتون راحت تر میکنه. مثلا اسنپ فود، اسنپ، اینا اومدن روند تاکسی گرفتن، روند خرید غذا از رستوران رو خیلی آسون کردن. یه سری اپلیکیشن تو حوزه فروش دارن کار میکنن، فروش کالا، فروش کالای فیزیکی یا کالاهای دانلودی یا کالای مجازی، هر چیزی که هست. مثلا یه فروشگاهی مثل قالبای وردپرس که فکر کنم ژاکت باشه توی ایران، یا مثلا دیجی کالا که میاد کالا میفروشه، اینا توی حوزه فروش قرار میگیرن. یک سری هستن که شبکه اجتماعی هن. اپلیکیشن شبکه اجتماعی یک دسته بسیار محبوبی هن توی همه دنیا. شبکه اجتماعی به هر چیزی که آدم ها رو دور هم جمع کنه و بتونه اینا رو با هم دیگه ارتباطشون رو میسر بکنه و فقط برای این هدف ساخته شده باشه، میشه شبکه اجتماعی. مثلا اینستاگرام یک شبکه اجتماعی بر پایه تصویره. یعنی کلا هدفش این بوده که تصویر شما با هم دیگه به اشتراک بذارید. توییتر بر پایه متنه، کلا فقط متن بوده، حالا جدیدن تصویرم اضافه شده، اونم با یک سری محدودیت خاص، یعنی حتی توی متنم محدودیت داشت. یا شبکه‌ای مثل فیسبوک. فیسبوک خب مؤسسش مارک زاکربرگ و یک بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا فکر کنم مال این شرکت باشه. یعنی از 6 تا، از 10 تا شبکه اجتماعی برتر دنیا، 6 تاش مال فیسبوکه. پس شبکه اجتماعی به این جور اپلیکیشن ها گفته میشه که حتما تا الان با چند مدلش مثل تلگرام، مثل اینستاگرام کار کردین. اپلیکیشن چند رسانه‌ای دستای مختلفی دارن. مثلا اپلیکیشن عکاسی، اپلیکیشن ویرایش عکس، پخش موسیقی، پخش فیلم، همه توی چند رسانه یا مولتی مدیا قرار میگیرن. اپلیکیشن ورزشی رو داریم که میاد، خلاقیت زیادی هم توشون هست، تو همه اپلیکیشن ها هست. ولی خب ورزشی مثلا میبینین که زده سیکس پک توی 48 روز مثلا، یا دوره های رزمی آورده براتون برنامه‌ریزی کرده، میاد بهتون برنامه میده، عادتاتون رو تغییر میده، یک سری چیزا رو ترک یا ردیابی میکنه، رهگیری میکنه، مثلا یک سری حرکات شما رو اگر گوشتون قابلیتش داشته باشه یا اگر
گجت پوشیدنی مثل ساعت هوشمند داشته باشین، یه سری تحلیل بهتون میدن. این اپلیکیشن ورزشیه و یک سری اپلیکیشن داریم که توش اپلیکیشن هست، بهش میگیم مارکت. مثل چی؟ مثل این مارکت برای هر پلتفرمی متفاوتن، همطور اپلیکیشن هم برای هر پلتفرم متفاوتن که جلوتر توضیح میدیم. مارکت مثلا واسه اندروید اپلیکیشن مارکت جایی هن که میرین شما داخلش، بقیه اپلیکیشن ها توشن، یک بازار اپلیکیشن هن. برای اندروید نسخه خارجی و معتبرش گوگل پلی استوره که روی همه گوشی ها که اندروید دارن به صورت پیش‌فرض نصبه و شما میتونید از توی اون هر اپلیکیشنی که میخواین دانلود کنید. منتها چون ایران رو تحریم کرده گوگل، بعضی اپلیکیشن که میخواین دانلود کنید میزنید که برای منطقه شما مجاز نمیباشد. برای همین شما گزینه دیگه ای هم دارید. یک مارکت بسیار بزرگ مثل اپتوید هست که میتونید استفاده بکنید ازش. البته یک مقدار تخصصی کارش و اگر مبتدی هستین پیشنهاد میکنم سمتش برید. مورد ایرانی داریم مثل بازار، مثل مایکت که میتونید از اون استفاده بکنید و چون داخلی هستن محدودیتی ندارن برای ما. همه اپلیکیشن ها رو ندارن البته، کامل ترینش گوگل پلی استور و اپتوید هست، ولی میتونن تا حد خیلی زیادی نیاز ما رو برطرف بکنن. این مارکت ها علاوه بر این کارا که گفتم میان میگن که مثلا فلان اپلیکیشن، فلان برنامه که داری آپدیتش اومده، یعنی این کارا رو براتون انجام میده. یه جوری نگهداری و تهیه اپلیکیشن رو با مارکت ها خیلی راحت میتونین انجام بدین. اما حواستون باشه هر مارکتی رو نصب نکنین، مورد معتبر رو نصب کنین و خیلی راحت به همه اپلیکیشن ها اعتماد نکنین. بحث امنیت خیلی بحث مهمیه. بعضی از اپلیکیشن ها اصلا یه کارایی روی سیستمتون انجام میدن که شما نمیخواین. به اینا دیگه نرم افزار گفته نمیشه، بهش میگه بد افزار. یا این کسا این کاری میکنن که شما اطلاعی ازش نداری. مثلا خیلیشون اصلا دیتاهای شما رو جمع میکنن. خیلیشون اصلا ویروسن. ویروس هم یک مدل اپلیکیشن، یک مدل نرم افزار، منتها کدایی که توش نوشته شده یه سری برنامه مخربه، کارهای خوبی انجام نمیده. این ساده‌ترین تعریف ویروسه و ممکنه که خیلی آسیب ها ببینید. پس همیشه اپلیکیشناتون رو از مارکت های معتبر پیدا بکنید. و خب به این میرسیم که اصلا اپلیکیشن ها چیکار میکنه. این اپلیکیشن چیز خیلی فضایی نیستش، کاری سخت ها، یعنی تولید سخت ممکنه باشه، درجه بندی دارن اپلیکیشن ها. اما ساده ترین تعریف که میتونم بهش بگم اینه که یک سری دستوره که نوشته شده با استفاده از منابع سخت افزاری سیستم یک سری کار رو برای ما انجام میده. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام که ویرایش عکس انجام بدم، یه نرم افزاری مثل B612 یا چه میدونم پیکسلر یا هر نرم افزاری که دیگه هستش مثل سایمرا، اینا رو میگیرم نصب میکنم. میاد الان چیکار میکنه؟ با استفاده از دوربین و با استفاده از CPU و با استفاده از گرافیک که روی گوشی من هست، بهش میگم منابع سخت افزاری، ویرایش یک عکس رو برای من انجام میده. پس این کاری که اپلیکیشن میکنه، یک سری دستورات توش هست، میاد منابع سخت افزاری سیستم، همون CPU، پردازشگر یا کارت گرافیک یا حتی واحد گرافیک روی گوشی باید بگیم، یا رم یا هر حافظ داخلی یا هر چیزی که روی گوشی داریم استفاده میکنه تا کاری که ما میخوایم انجام بشه. پس این کلا فلسفه به وجود اومدن اپلیکیشن ها بود، به خاطر نیازهای ما به وجود اومدن و به خاطر همین چون ما نیازهای مختلفی داریم، دسته های مختلف، اپلیکیشن ها دسته‌های مختلفی دارن که راجبش توضیح دادیم. و یک مورد دیگه که راجب نرم افزار و اپلیکیشن رو باید بدونید اینه که اپلیکیشن اختصاصی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای هر پلتفرم شما فقط میتونی نرم افزار یا برنامه های خودش رو نصب کنی. یعنی شما نمیتونی که یک نرم افزار اندروید برداری بر روی آیفون نصب کنی، یا یک نرم افزار ویندوز رو بر روی آیفون نصب کنی، یا حتی برعکس نرم افزار اندروید بر روی ویندوز نصب کنی. نه، اینا هر کدوم فرمت های مختلف خودشونو دارن، نرم افزارشون شیوه های تولید متفاوتی داره با هم دیگه، کداشون به زبان های دیگه اکثرا با هم فرق دارن، و اینکه در نهایت خروجی که به شما میدن فایل متفاوتیه. مثلا پسوند فایل اپلیکیشن اندروید APKه، مثلا اسمش هست بازار .APK، اون بعد از دات آخرین معمولا سه حرف یا چهار حرف آخر اسم نوع فایل رو مشخص میکنه. برای اندروید APK، برای فایل ویندوز .exe که مطمئنم از اینا دیدین خیلی زیاد، یا میتونه برای ویندوز چون گستردگی خیلی بیشتری داره فایل دیگه ای هم باشه که اجرایی هم، ولی عموما .exe و برای iOS هم با اینو فرق داره. پس برای هر پلتفرم شما نرم افزاری خاص خودش رو داری و فقط باید اون نرم افزار نصب بشه روش. نرم افزار اندروید توی ویندوز اصلا شناسایی نمیشه که بخواد نصب بشه. پس این یکی، این دوتا نکته بود که میخواستم راجع به
اپلیکیشن رو بهتون میگم که چیکار میکنن، چجوری هستن، کجا میتونیم اپ رو پیدا بکنیم. برای هر پلتفرم، پلتفرم یعنی اون سیستمی که به شما اجازه میده روش نرم افزار نصب بکنید به صورت خیلی ساده. در مورد پلتفرم ها یک مقاله توی سایت گذاشتم، من میتونید بریم بخونید، کامل اونجا توضیح دادم. برای هر پلتفرم اپ استور جدا هست. مثلا برای ویندوز شما فکر کنم مایکروسافت استور رو داریم، برای گوگل گوگل پلی استور رو داریم، برای اپل هم برای محصولات آی او اس و مکینتاش اپ استور رو داریم که توسعه دهنده های برنامه‌نویس های دیگه میتونن اپلیکیشن بسازن و توی این مارکت ها قرار بدن. پس یکی از بهترین جایی که میتونید ازش اپلیکیشن رو پیدا بکنین همین مارکت ها هستن. میتونید توی گوگل سرچ بکنید، ولی گفتم حواستون باشه بر اپلیکیشنی که دانلود میکنین و از جاهای غیر مطمئن به هیچ وجه هیچ دانلودی انجام ندید، چون خیلی راحت میتونین کل سیستم گوشیتون که به کنار کل اطلاعاتتون و حتی زندگیتون رو تحت تاثیر قرار بدین با یه دونه تصمیم غلط. من خیلی هم دیدم که این شکلی شدن، ولی خواستم که بهتون بگم هیچ وقت به سایت های غیر معتبر، به اپلیکیشن غیر معتبر اعتماد نکنید. و خیلی میپرسن چجوری میتونیم یه اپلیکیشن برای خودمون داشته باشیم. شما چند راه داره، مثلا میتونین که نرم افزار نویسی یا برنامه نویسی و خودتون برین یاد بگیرین برای اون پلتفرمی که میخواین اپلیکیشن تولید بکنین. شاید 3-4 سال زمان ببره، البته خیلی زیاد گفتم، ممکنه یک سال زمان ببره برای اینکه شما بتونید یه اپلیکیشن خیلی پایه رو تولید بکنید به خاطر پیچیدگی هایی که نرم افزار رو دارن. الان بستگی داره که چه کار میخواین انجام بدید، اما بعضی وقتا 3-4 سال هم طول میکشه اگه اپ سنگینی بخواید بزنید. یا اینکه میتونید اپلیکیشنتون رو برون سپاری کنید، مثلا سایت های افرادی که میتونن براتون اپلیکیشنتون رو تولید بکنن بهشون سفارش بدیم، مبلغش رو پرداخت بکنین یا هر طوری که میتونید با هم دیگه تی کنین و اپلیکیشن براتون ساخته بشه. اگرم به این مدل نیاز دارین، خب توی سایت برنامه‌چی اون منوی بالا قسمت طراحی اپ درخواستتون رو ثبت بکنید، ما خیلی سریع بهتون پاسخ میدیم و اپلیکیشن براتون طراحی میکنیم. خب مباحث مربوط به اینکه خود اپلیکیشن چیه، چی کار میتونه بکنه تموم شد. یه قسمت کوچیک مونده، فقط میخوام یک اشاره‌ای بهش داشته باشم و توی یک ویدیوی دیگه کامل بازش میکنم، اینه که چجوری از اپلیکیشن درآمد میشه کسب کرد. شاید اولش که خیلی میخوان شروع بکنن، اصلا توی این حوزه فعالیت داشته باشن، دارن تحقیق میکنن، یکی از سوالی اصلش اینه که درآمد اپلیکیشن از کجاست. اپلیکیشن چند مدل درآمدی داره، ولی من نمیخوام توی اینا وارد شم، میخوام کلی تریناشو بگم. یکی اینکه شما میتونید سفارش بگیرید، یعنی وقتی که میتونید نرم افزار بنویسین، اپلیکیشن تولید کنین، میتونید بیاین به صورت فریلنس کار بکنین، مثلا سفارش بگیرین انجام بدین و پول رو دریافت بکنین. این مدله. یه مدل دیگه هم اینه که یک بیزنس مدل بچینین، یعنی که از جای سفارش نگیرین، یه ایده خودتون دارین، یک مدل کسب و کار میچینین که این اپ چجوری میتونه کار کنه، چجوری پول در میاد، چجوری سود میگیره و چجوری قراره به حیات خودش ادامه بده. بشین یه اپلیکیشن برای خودتون درست کنین که اشتباهاً بهش میگن مثلا استارتاپ بزنین. نه، استارتاپ این نیست، ولی خب شما میتونین یه اپلیکیشن برای خودتون تولید کنید که از طریقش درآمد داشته باشین. این مدل دوم. مدل سوم که اگر بلد باشین اپلیکیشن تولید کنین، میتونین استخدام شرکتایی بشین که اپلیکیشن خیلی بزرگی دارن، مثلا شرکتی مثل دیجیکالا، مثل اسنپ که شرکت بزرگی که توی حوزه فناوری ایران هستن، ممکنه بتونید توی اینا استخدام بشین، حتی شرکت های کوچیک‌تر، ولی خب یک نوعی درآمدزاییه. یا اینکه میتونید اپلیکیشن تولید کنید و اپلیکیشن بفروشید. یعنی خیلی اصلا این اپلیکیشن خیلی خوب تولید میکنن، ولی نمیتونن مارکتینگش رو انجام بدن، نمیتونن اینو وارد بازار کنن، استراتژی گو تو مارکتش زیاد خوب نیست و اصلا شاید حوصله نداره، به هر دلیلی دوست نداره روش کار بکنه. بیشتر میاد اپلیکیشن و حق تجاریش رو، هر اسمی که داره، هر مالکیتی که داره، میفروشه با یه قیمت توافقی به طرفی که میخواد بخره و میخواد رو اپلیکیشن کار بکنه. اینا راههایی که میتونه از اپلیکیشناتون درآمد داشته باشین. و به صورت کلی اگر بیزینسی دارین که خودتون نمیخواین وارد این کد نویسی اینا بشین، داشتن اپلیکیشن میتونه به بهبود کسب و کار، بهبود برندینگ و رشد درآمد کسب و کارتون کمک بکنه، که اینم یک راه دیگه است. خب من در مورد اپلیکیشن و مواردی که میخواستم بگم توضیح دادم. اگر سوالی توی ذهنتون مونده، توی کامنت ها یا توی هر جایی دارین ویدیو رو میبینین و به هر طریقی که براتون راحت تر و مرتبط داشته باشین، سوالاتون برام بفرستین، ما خیلی سریع بهش پاسخ میدیم. یه بار دیگه میگم کانال یوتیوب و آپارات رو دنبال کنین، کانال و پیج و همه چیزم هست برای برنامه چی، توی توییتر، توی اینستاگرام، توی تلگرام یا حتی خود وبسایت که پایگاه اصلیمون، میتونین اینا رو دنبال بکنین برای ویدیوهای جدیدتر. ممنون که تا اینجا ویدیو ما رو نگاه کردین، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.